به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. تعدادی مقدمه در قسمت های قبل راجع به برهان علیت عرض کردیم. امروز به خود برهان علیت میپردازیم. توی برهان علیت تمام تلاش بر این هستش که ثابت کنند که جهان هستی معلول هست و نیازمند به علت هست و باید یک علتی داشته باشد و اون علت رو خدا مینامند. بیاید ببینیم که این برهان داره چه خدایی رو برای ما ثابت می کند. گفتیم که علت تعریفش چیست؟ تعریف علت این است که چیزی که اگر نباشد معلول نمی تواند وجود داشته باشد. مثلا اگر مختصات زمان و مکان وجود نداشته باشد، فضای سبعدی و قوانین فیزیکی که جهان هستی ما رو اونها شکل دادن وجود نداشته باشند، این جهانی که ما الان در آن زندگی میکنیم وجود نخواهد داشت. پس ما میتوانیم جهان هستی را معلول و قوانین فیزیکی حاکم بر رفتار ذرات در جهان هستی را علت فرض کنیم. خب آیا این خداست؟ آیا صفاتی که شما برای خدا میشناسید در این وجود دارد؟ برهان علیت چیزی بیش از این رو نمیتواند اثبات بکند. صرف این که جهان هستی علتی داشته باشد برای این برهان کافی است. اما اینکه علت جهان هستی آیا یک موجود زنده است یا نه، علت جهان هستی آیا شعور و اراده دارد یا ندارد، علت جهان هستی آیا با علم و با اراده جهان رو خلق کرده یا به صورت ناخودآگاه و بدون هیچ گونه هدف و بدون هیچ گونه قصد و غرض جهان هستی را خلق کرده، اینها رو توضیح نمیده. کسانی که ادعای فلسفه اسلامی دارن این برهان رو برهان مستقلی نمیدونن و خودشون اعتراف میکنن که برای اثبات واجب الوجود و صفات خدا ما نیازمند برهانهای دیگری هستیم. فعلا ما میخواییم ببینیم که اصلا خود این برهان چیست و آیا صحیح هست یا اینکه خود این برهان هم اشکالاتی دارد و ببینیم نهایت چیزی که این برهان میتواند برای ما اثبات بکند چیست. برهان علیت مثل برهان نزد یک برهان قدیمی و مشهور هست و توسط جناب ارسطو ابداع شده است. حالا یا ابداع شده است یا اینکه توسط ارسطو به کار رفته و امروزه به دست ما رسیده است. البته برهانهای زیادی هستند که توشون از اصل علیت برای اثبات وجود خدا استفاده شده است، اما برهان علیت برهانیستش که فقط و فقط با استفاده از اصل علیت میخواد وجود خدا رو برای ما اثبات کنه. به همین خاطر اسم این برهان رو گذاشتن برهان علیت. اما بپردازیم به مقدمات این برهان. این برهان اینگونه بیان میکنه، میگه جهان معلول است. ببینید تعریف معلول چیست؟ تعریف علت چیست؟ معلول و علت مثل پدر و فرزند، مثل بالا و پایین، دو کلمه متضایف هستند. متضایف یعنی چی؟ دو تا کلمه رو شما در نظر بگیرید، دو تا مفهوم رو در نظر بگیرید که این دو مفهوم زمانی معنی میدن که ما معنی طرف دیگر رو بدانیم و تصور بکنیم. یعنی بالا زمانی بالاست که پایینی وجود داشته باشه. زمانی ما به یک انسان میگیم پدر که فرزندی وجود داشته باشه. تا زمانی که فرزندی وجود نداشته باشه دیگری ما پدر نمیگیم. همینطور مفهوم جلو و عقب، ما جلو رو زمانی تعریف میکنیم که عقبی وجود داشته باشه. جلو با عقب معنی پیدا میکنه، پدر با فرزند معنی پیدا میکنه. علت و معلول هم دقیقا همین گونه هستن. معلول یعنی چی؟ معلول یعنی چیزی که علت داشته باشه، اصلا در تعریفش نهفته. علت یعنی چی؟ علت یعنی چیزی که معلول داشته باشه. اصلا ما علتی رو که معلول نداشته باشه بهش علت نمیگیم. به چیزی هم که علت نداشته باشه ما معلول نمیگیم. اگر کسی فرض بکند که جهان معلول است، در واقع فرض کرده است که جهان علت دارد. اینا تو مقدمه دوم میان همین رو میگن، میگن هر معلولی نیازمند به علت است. همونطور که احتمالا شما متوجه شدید، این مقدمه اول که گفته جهان معلول است در واقع مصادره به مطلوب است. یعنی این مقدمه دومی که گفته هر معلولی نیازمند به علت است، فقط اومده تا قیافه این برهان رو شبیه برهان بکنه. اگر این رو هم نمی گفتیم، همین که گفتیم جهان معلول است، در واقع ما پذیرفتیم که جهان علت دارد و یعنی لفظ معلول رو ما نباید برای جهان به کار می بردیم. خب اثبات این چیست؟ یعنی ما چرا فرض کردیم که جهان معلول است؟ شاید جهان واقعا معلول نیست،
شاید جهان واقعا بی علت است. این رو کی باید اثبات بکنه؟ آیا این جزء فرضهای جهان شناختیه؟ خب شاید ما چنین فرضی رو نداشته باشیم. یعنی ما شاید فرضی نداشته باشیم که جهان علتی خارج از این چیزهایی که میشناسیم داشته باشه. این در واقع فرض گرفتن وجود خداست. ما نباید اون چیزی رو که میخوایم اثبات بکنیم در مقدمات برهانمون اون رو فرض بگیریم. به این میگن مصادره به مطلوب. ما باید اون چیزی رو که میخوایم اثبات بکنیم اثبات بکنیم. نمیشه اون رو فرض بگیریم. شما اومدین فرض گرفتین که جهان معلول است. برای چی فرض گرفتین که جهان معلول است؟ از کجا فهمیدید که جهان معلول است؟ بعد اومدن یه مقدمه سومی رو هم اضافه کردن، گفتن تسلسل در علت ها محال است. تسلسل هم من خدمت شما عزیزان عرض کردم، ما چند نوع تسلسل داریم. اون تسلسلی که ما میپذیریم محال است، تسلسل در علل رتبی است. یعنی این رو هم ما اثبات نمی کنیم. ما به عنوان یک اصل موضوع میپذیریم که تسلسل در علت های رتبی محال است و این رو فرض میگیریم. اینجا میاد این فرض رو به عنوان مقدمه سوم این برهان مطرح میکنه، میگه چون تسلسل در علت ها محال است پس جهان نیازمند علتی است که معلول نیست. این مطلب درست خواهد بود اگر که ما بپذیریم جهان خودش معلول است، یعنی مقدمه اول. و اگر کسی نپذیرد که جهان معلول است پس جهان نمیتواند علتی داشته باشد و تسلسلی هم در کار نخواهد بود. عده دیگری این برهان رو به صورتی مطرح میکنن که شاید از لحاظ ظاهر با این تقریری که الان بیان شد یک مقداری متفاوت هست، ولی در واقع تفاوت معنایی خاصی با این تقریر نداره. بعضی میان اینگونه بیان میکنن، میان میگن که هر چیزی علتی دارد، نمیگن جهان معلول است. چون اگه میگفتن جهان معلول است یه کسی ممکن بود اشکالی که من گرفتم رو بگیره، بگه شما دارید مصادره به مطلوب میکنید. نمیگن جهان معلول است، میگن همه چیز معلول است. پس یکی از اون چیزها جهان هستی و جهان هستی هم معلول است. هر چیزی علتی دارد، به عنوان یک اصل کلی این رو بیان میکنن. خب آیا این یک اصل کلی است که هر چیزی علتی دارد، یا اینکه اثبات قراره بشه؟ اگر قرار اثبات بشه لطفاً این رو اثبات بکنید. اگر یک اصل کلی است، ما چنین اصل رو قبول نداریم و اتفاقاً خود شما هم چنین چیزی رو قبول ندارید. یعنی چی هر چیزی معلول است؟ چون بلا فاصله شما میخواهید در ادامه بگید که و خدای وجود دارد که اون خدا معلول نیست. خب خدا چیز که هست دیگه بالاخره، یعنی خدا جزء چیزها به شمار میرود. یعنی شما خودتون قائل هستید چیزی وجود دارد که اون چیز معلول نیست. بعد اینا چجوری ادامه برهان رو میدن؟ میان میگن هر چیزی معلول است، هر چیزی علتی دارد، و اگر ما بخواهیم بگیم که علت او هم معلول است و علت دیگری دارد، تسلسل ایجاد میشود. پس چون تسلسل محال است، در نهایت باید یک علتی باشد که آن علت معلول نیست. در واقع از روی محال بودن تسلسل در علت اومدن مقدمه اول خودشون رو نقض کردن. مقدمه اول این بود که هر چیزی معلول است، نتیجه برهان این شد که پس هر چیزی معلول نیست. خب این یک برهان خود متناقض است، اصلا جزء برهان ها به شمار نمیره و صورت برهان اشکال داره. بعضیا میان برهان علیت رو به شکل دیگری بیان میکنن. اینها چطور برهان رو تقریر میکنن؟ میگن هر چیزی معلول نیست، هر چیزی علت ندارد، هر معلولی علت دارد. خب این که یک قضیه تحلیلی است، یعنی اصلا نیازی به اثبات نداره. از روی تعریف معلول ما میفهمیم که علت دارد. البته اجازه بدید من یک توضیح مختصر راجع به قضیه تحلیلی بگم، چون آقای مصباح بعدم میگم که ادعا میکنن که برهان علیت یه قضیه تحلیلی است. قضایای تحلیلی قضایایی هستن که شما مثلا میخواییم بگین الف ب است، بعد الف رو که بیان میکنید به جای ب یکی از ویژگی هایی که در تعریف خود الف هست رو بیان میکنید. فرض کنید شما سیمرغ رو تعریف کردین، پرنده ای که 100 متر طول دارد و در کوه اورست زندگی میکند. بعد بیاید بگید که سیمرغ پرنده است، یا سیمرغ 100 متر طول دارد، یا سیمرغ در اورست زندگی میکند. در تعریف سیمرغ اومده بوده که در اورست زندگی میکنه. وقتی شما بگید سیمرغ در اورست زندگی میکنه، شما یک قضیه تحلیلی گفتید که صادق هم هست این قضیه. اصلا ما کاری نداریم که سیمرغ در جهان خارج وجود دارد یا ندارد، این برای ما مهم نیست. در خود ذات سیمرغ، در خود مفهوم و معنای سیمرغ لحاظ شده بود که پرنده است، 100 متر طول دارد و در کوه اورست زندگی میکنه.
ما از روی تحلیل معنای خود سیمرغ به این نتیجه میرسیم که سیمرغ پرنده است. جمله صادقی است. سیمرغ در اورست زندگی میکند. جمله صادقی است. ما اصلا در این قضايا به خارج هیچ نگاهی نمیکنیم برای صدق کسب. از خود معنا و مفهوم کلمه سیمرغ ما میتونیم صدق این قضیه رو به دست بیاریم با تحلیل خود معنا. حمله یکی از ذاتیات یک شی بر خود اون شی. خب اینکه هر معلولی علتی دارد هم از همین صنف است، چون معلول یعنی چی؟ یعنی چیزی که علت دارد. یعنی در تعریف معلول آمده است که چیزی که علتی دارد. وقتی ما میگیم هر معلولی علتی دارد، اصلا مهم نیست که در جهان خارج ما معلولی داریم یا نداریم. در تعریف معلول آمده که علت داره. وقتی شما میگید هر معلولی علتی دارد، قضیه تحلیلی صادق هست، اصلا به خارج هم ما نگاهی نمی کنیم. در مفهوم معلول آمده که هر معلولی علتی دارد. بسیار خب، بعضیا برهان علیت رو اینگونه تقریر میکنن، میگن هر معلولی علتی دارد، اگر بخواهد علت او هم دوباره علت داشته باشه و علت او هم علت داشته باشه، در علتها تسلسل ایجاد میشه. پس یک جایی ما این تسلسل در علتمون، این سلسله علتهامون خاتمه پیدا میکنه و ما معلولمون به یک علتی میرسه که اون علت خودش معلول نیست و اون علت دیگه علتی نداره. بهش میگیم علت العلل یا علت اولا. بسیار خب، اشکال این برهان در چیست؟ شما گفتید هر معلولی علتی دارد، ولی ثابت نکردید که ما معلولی در جهان خارج داریم. شما گفتید سیمرغ 100 متر طول دارد، ولی ثابت نکردید که سیمرغی وجود دارد. شما سیمرغ اینگونه تعریف کردید که 100 متر طول دارد، ما هم پذیرفتید. جمله ای هم که گفتید مقصد متولر از صادق است، ولی ادامش که میخواید بگید پس این معلولی که در جهان هستی هست علتی دارد و آن علت این معلول خود علتی دارد و آن علت هم باز علتی دارد و در نهایت به علت العلل میرسد، شما دارید راجع به چیزی در جهان خارج حکم میکنید، نه راجع به تعریف معلول. شما معلولی رو در جهان خارج بدون اینکه کسی متوجه بشود یواشکی فرض کردید. حالا که دارید میگید یک معلولی در جهان خارج وجود دارد، باید اثبات بکنید که پس معلولی در جهان خارج وجود دارد. یعنی این احتیاج به اثبات داره. خب ممکنه بعضیا بگن که ما بالعیان مشاهده میکنیم که در جهان خارج معلول وجود دارد، مثلا آتش. آتش بالاخره معلول تعداد زیادی از شرایط و قوانین هست، مثلا هیزم باید باشد، نفت باید باشد، کبریت باید باشد، آتش زنه باید باشد، آتش افروز باید باشد، قوانین فیزیکی باید برقرار باشد، اکسیژن باید باشد، بسیاری از شرایط باید برقرار باشد تا آتشی بتواند صورت بگیرد و آتش معلول است و تمام آنها علت است. بله، ما این رو میپذیریم. معلول از این سنخ که اینها بیان کردن در جهان خارج وجود دارد، اما جهان هستی معلول نیست. یعنی اینها این رو نتوانستن ثابت کنند که جهان هستی معلول است. این معلول جزئی که اینها بیان کردن تنها ثابت میکنه که هیزونی خواهد بود و اکسیژنی لازم است و اونها دنبال اثبات این نیستن. و ممکنه من بگم که بله دیگه اکسیژن علت العلله و خود اکسیژن علتی نداره. اونها دنبال این هستن، کسانی که برهان علیت رو تقریر میکنن، که یک علت برتر و والا رو ثابت بکنن که اون علت کل جهان هستی به عنوان معلول بهش وجود داده باشه. به هر حال اگر کسی بخواد برهان علیت تغییر کنه و به این نتیجه برسد که اکسیژن وجود دارد و اکسیژن علت العلل است، ما با این مسئله مشکلی نخواهیم داشت. یعنی خدایی رو ثابت میکنه در حد اکسیژن و در حد هیزم. بسیار خوب، این تعدادی از تقریرهایی که در مورد برهان علیت ما میبینیم که به کار میرود. بسیار خوب، تعداد دیگه از مباحث راجع به علیت باقی مون که اجازه بدید اینها رو من در جلسه بعد برای شما بیان میکنم و این جلسه رو خاتمه بدم که بیش از این قسمت طولانی نشه. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.